یه دختر مدام دور خودش یه خطی با گچ میکشه و حاضر نیستش که از اون خط گچی بیاد بیرون اون از چی میترس و علت این رفتارش چی هستش تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید ممنون میشم که اگه که ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برای حمایت از ویدیوهای طولانی بذارید اگر هم دوست دارین فیلم ها رو به صورت خلاصه ببینید میتونید همین الان سابسکرایب کنید یه شب یه دختر بچه زخمی رو توی جنگل پیدا میکنن و میارنش بیمارستان ولی اون برعکس همه مشغول بازی نمیشه در عوضش همیشه یه مربع دور خودش میکشه و هر کاری میکنن از اون مربع بیرون نمیاد تا اینکه دکترها راز کثیف پشت این رفتار دختره رو کشف میکنن فیلم با سایمون و پاولا شروع میشه زوجی که تقریبا چل سالشونه و دارن توی جاده تاریک و مخوف رانندگی میکنن سر سر مسیر پر از پلیسایی که دارن ماشینها رو میگردن بعد از چند دقیقه اونا میرسن به یه دختر کوچولو که وسط جاده وایستاده سایمون و پائولا پیاده میشن و دختره رو صدا میزنن ولی دختره جوابشون رو نمیده و به حرکتش ادامه میده همون لحظه موتوری از روبرو رو میاد به سمتشون دخترم برخلاف اینکه بیاد کنار مستقیم میدو سمت موتور رو باهاش تصادف میکنه سایمون و پائولا با دیدن این صحنه سری دختره رو میبرن بیمارستان پس بدبخت موتوریه چیز اون بنده خدا رو چرا نبردیم بیمارستان حتی پلیس هم قاطی ماجرا میشه ولی هر چقدر که میگردن میبینن که دختره توی هیچ لیستی از افراد گم شده نیستش خلاصه بعد از این قضیه این فداکار و مهربون که بدون هیچ احساس پشیمونی موتوری بدبخ رو توی جاده رها کردن و این دختره رو نجات دادن بعد میگن خونه و استراحت میکنن بعدش میبینیم که پاولا میره توی دستشویی و یواشکی یه چیزی رو به خودش تزریق میکنه نگم براتون که از اون موقع به بعد اینا که میبینن که بابا ننه دختره پیدا نشده هر روز توی بیمارستان بهش سر میزنن دکترا میگن که به طرز عجیبی دختره موقع تصادف بیهوش نشده در عوض از قبلش مریض بوده و کلیاش به شدت آسیب دیدن تا حدی حد که به زور کار میکنن از زمان بستری شدنش یک کلمه هم حرف نزده و هر موقع که اسم یکی از پرستارا به اسم کلرا به گوشش میخوره پرخاش میکنن در نتیجه دکترها نتیجه میگیرن که شاید اسمش کلراست از اون موقع به بعد وضعیت جسمی دختر بهبود پیدا میکنه ولی معلوم نیست که چه اتفاقی براش افتاده یا اصلا چه مرگشه تو یکی از ملاقات ها سایمون و پائولا میبینن که دختره دور خودش با گچ مربع کشیده و به هیچ عنوان نمیخواد که ازش بیاد بیرون اون اینقدر با پرستارا برای موندن توی مربع میجنگه که انگار جونش بهش وصله تا اینکه پائولا بغلش میکنه و دختره به طرز عجیبی آروم میشه خلاصه فردا اون روز وقتی که اونا میرن به بیمارستان دکتر میگه که با این وضع دختره بهتره که توی بیمارستان نمونه و به خاطر ارتباطی که با پائولا برقرار کرده بهتره که مدتی خونه اونا بمونه شاید که اینجوری زبون باز کنه و یه چیزی از هویتش بفهمیم اونا هم همین کارو میکنن ولی همیشه اولین کاری که دختره میکنه اینه که با یه گچ دور خودش مربع میکشه و آسمون هم بیاری زمین ازش بیرون نمیاد پائولا و سایمون یه فکری به سرشون میزنه اونا کم, کم گچ رو پاک میکنن و فضای مربع رو بزرگ و بزرگتر میکنن تا دختر بتونه توی خونه راحت بچرخه یکی از روزای دکتر روانشناس به اسم گلوریا میاد تا به کلرا سر بزنه اون سعی میکنه که بزور اون رو به حرف بیاره و از مربع بکشدش بیرون ولی کلرا دوباره میزنه به سرش و شروع میکنه به پرخاش کردن وسط این بحث و دعوا گلوریا موفق میشه کاری کنه که کلرا به زوری یه سری کلمات رو بهش بگه البته فکر کنم به غیر از فوش چیزی نگفتا <تصفح> بعد از گذر زمان دختر کم کم به محیط عادت میکنه و حتی ارتباط نزدیکی با پاولا برقرار میکن و بعضی وقت هم براش کاردستی کاغذی درست میکنن تا اینکه یه روزی اتفاق عجیب میفته همسایه باردار و نامیت خونشون و پاولا ازش با مربا و نون پنیر پذیرایی میکنه. ولی دهن خانم خونی میشه و معلوم میشه که توی مربا یه تیکه شیشه بوده اونا خانم رو سری میفرستن بیمارستان بعدش سایمون میفهمه که شیشه مرباشون پر شده از تیکه های شیشه برای همین به این نتیجه میرسن که کار مهمون جدیدشون یعنی بعد کلرا خانم باشه با این حال پاولا باور نمیکنه اسکل حداقل با این مدرک میتونه پولی شکایت از شرکت مربا سازیه بگیری کمی بعد گلوریا میاد پیششون میگه که فهمیده که اون فوشایی که دختره حوالش کرده در واقع یه سری کرامات آلمانیان. حتی یکی از روزا پاولا به کلرا فشار میاره که باش حرف بزنه که در نتیجه کلرا بهش لگت میزنه این سریت بازی و حرف نزدن باعث میشه که سایمون کم کم از دختره بدش بیاد و بخواد که دختره رو به بیمارستان پس بده همه چیز آروم پیش میره تا اینکه یه روز پاولا وسط نوشیدنی خوردن میبینه که یه تیکه شیشه توی گلوش گیر میکنه اوهو یعنی واقعا ترسناک ترین چیز ممکنه برای آدما اون سریع میره توی دستشویی و به زور شیشه رو از گلوش در میاره ولی وقتی که برمیگرده میبینه که دختره نیست پاولا به این نتیجه میرسه که یکی کلارا رو دزدیده چون که امکان نداره که اون از مربع گچیش بیرون بیاد یکی از روزا که سایمون و پاولا تنها مرد میگه که حتی یک دختره پیدا بشه نمیخواد که اون رو توی خونش نگه داره ولی چون که پاولا تا الانش هم ارتباط عمیقی با دختره برقرار کرده نظرش مخالفه بحث اونو باعث میشه که بیشتر راجع به گذشته بفهمیم از قرار معلوم اونا 6 ساله که میخواستن که بچه دار بشن و ببخ... خاطر شکست های پی در پی به دارو و روش های درمانی روی آوردن تا شاید موفق بشن بچه دار بشن در حال حاضر اونا تصمیم گرفتن که این داروها رو متوقف کنن ولی پائولا یواشکی به مصرف دارو ادامه میده اون سرنگای توی دستشویی هم که اولش دیدیم برای همین بودش نکته اینجاست که سایمون قضیه رو فهمیده ولی تصمیم گرفته که به روی پائولا خانم نیاره خلاص بحثشون بالا میگیره و نتیجه میشه که سایمون از خونه میزنه بیرون و میره یکم باد به کلش بخوره همون لحظه‌ای که به تلفن خونه زنگ میزنه وقتی که پائولا گوشی رو جواب میده به طرز پشمریزونی صدای کلرو از اون طرف میشنوه که داره مامان صداش میزنه پائولو با این اتفاق مستقیم میره سراغ پلیس و گزارش تماس و شماره ای که باش تماس گرفته رو میده ولی معلوم میشه که شماره مال تلفن همراه خود پائولو این قضیه پلیس و سایمون رو قانع میکنه که پائولو بعد یه مشکل روانی داشته باشه بنابراین اونا بهش میگن که بهتره بره پیش روانشناس وسط گرفتن تست های روانشناسی پائولو مطمئن میشه که قضیه پیچیده تر از این حرفاست پس تصمیم میگیره که شرلوک هولمز در بیاره و تحقیقات خودش رو شروع کنه اون یواشکی پر پرونده مربوط به بچه های گم شده رو از پلیس میدزده برش توی یه رستوران میشین و پرونده رو دونه دونه بررسی میکنه یکی مربوط به بچه های گم شده آلمانیه یکی مال حمله به کودکانه بعد از یه مدتی مطالعه پاولو چشمش میخوره به یه پرونده که توش جسد یه بچه با جای ضرب و شتم شدید پیدا شده اون تصاویر صحنه جرم رو بررسی میکنه و کاردستی که پاولا برای اون درست میکرد رو توی یکیشون میبینه حالا که خانم توهمی قصه ما مطمئن شده که یک کاسه زیرونیم کاسه است میره پیش دکتری که گزارش پزشک قانونی پرونده رو تهیه کرده کرده دکتر بهش میگه که اون دختره یه جفت کلیه خراب با چشمای تنبل داشته این یعنی یکی از چشمش از اون یکی ضعیف‌تر بوده با این اطلاعات پالا دوباره میره سراغ پرونده و یکی از دخترا رو به اسم اینگریت پیدا میکنه که روی یکی از چشماش پانسمان داشته احتمالاً به خاطر اینکه چشم تنبل داشته یا شاید باباش دوز دریایی چیزی بوده از قرار من اون دختره 10 سال پیش کنار ساحل دزدیده شده هی گفتم باباش دوز دریایی بوده بگذریم و برشم از اون موقع پیدا نشده خلاصه پالو با اعصاب خط خطی فیلتر شکن رو روشن میکنه و کل یوتیوب رو شخ میزنه تا اینکه ویدیوی مسابقه پلیس با والدین اینگرید رو پیدا میکنه توی ویدیو پدر مادرش اشاره می‌کنه که دخترشون کاردستی رو درست می‌کرده و میداده به کسایی که براش عزیز بودن با این اطلاعات پاولو میاد خونه و میره سراغ یکی از نقاشی دختره و میشینه دقیقا اون جایی که کلارا مینشست اون از نقاشی کلارا میفهمه که دختره به همسایشون ادواردو اشاره میکرده پاولو مطمئن میشه که این یارو هر کسی که هست ربطی به گم شدن کلارا داره برای همین قبل از اینکه خودش وارد عمل بشه پلیس ها رو خبر میکنه تا بریزن اونجا صحنه برمیگرده به یه فلش بک به همون شب پیدا شدن دختره ادواردو داشته به همراه کلارا رانندگی میکرده تا اینکه میبینه که یه ایسه بازرسی کنار خونش دقیقا شکل گرفته ادواردو میترسه و به دختره میگه که پیاده به راه ادامه بده تا اینکه دوباره بیاد و سوارش کنه ولی قبل از اینکه ادواردو برسه سایمون و پائولو دختره رو پیدا کردن در نتیجه ادواردو خیلی ناراحت شده و یه شب که خونه اونا مهمون بوده رفته توی آشپزخونه توی شیشه مرباشون شیشه خورده ریخته تا شاید اینطوری کلارا بمیره و جرمای وحشت نگی که سرش اومده رو اعتراف نکنه. اتفاق تلفن هم تقصیر این یارو بوده و گوشی پایلو رو دزدیده بوده و کاری کرده دختره از گوشی خودش به خودش زنگ بزنه تا اینطوری به نظر برسه که زنه مشکل روانی داره ولی وقتی که دیدی که مثل اون یارو توی میگ میگ هیچکدوم از نقشه‌هاش کار نکردن تصمیم گرفته که مستقیم بره و بچه رو بدزده برمیگردیم به زمان حال و پاولا رو میبینیم که تنهایی میره خونه ادواردو اونم که از قبل شک کرده بوده که زنه از نقشه‌اش خبردار شده با یه ضربه ده امتیازی با چکش بیهوشش میکنه و میبردش به زیر زمین جایی که کلارا رو توی محوطه کوچیک که با گچ علامت گذاری کرده نگه میداره سرخرون اون پاولا رو با زنجیر میبنده یه گوشه و شروع میکنه به تعریف داستانش معلوم میشه که این بیناموس کچل خیلی وقت پیش اینگرید رو دزدیده و بهش دست درازی کرده در نتیجه اون حامله شده و کلارا به دنیا آمده ادوارد و اینگرید رو تا سرحد مرگ کتک زده و کشته کلارا هم با مجازاتهای شدید آموزش داده که توی محیط گچی که تعیین میکرده نگهش داره برای همین همیشه میترسه از محیط گچی بیاد بیرون کمی بعد پلیسا از راه ولی این موسی کچل موفق میشه که با دروغ بافی اونا رو رد کنه و برن اون برمیگرده به زیر زمین پاولا رو شکنجه میکنه تا بهش بگه که از کجا رازش رو فهمیده پائولا هم یکی از پرونده که از پلیس دزیده و الانم توی ماشینش هستن. با این حرف ادواردو تصمیم میگیره که بره و شخصا پرونده ها رو از بین ببره این وسط پاولا به کلارای تیکه گچ میندازه و بهش میگه که با اون گچ راه خودش رو باز کنه و فرار کنه دخترم به حرفش گوش میکنه زیاد طول نمیکشه که ادواردو برمیگرده و همین که داره دنبال دختره میگرده کلارا از زیر زمین میره بیرون و در رو از پشت قفل میکنه اون وارد طبقه همکف میشه ولی نمیتونه که از در ورودی بره بیرون چون که فکر میکنه که نمیشه که با گچ روی زمین خط بکشه خب زمین گلیه دیگه این وسط اون متوجه سایمون میشه و داد میزنه تا صداش کنه ولی سایمون پشت گوشی مشغول گزارش گم شدن همسرش به پلیس این مرتیکه هم که هیچ جای فیلم به درد نخورد اینجاست که کلارا جرت میکنه و مجبوراً از خونه میره بیرون همونجاست که همسر ادواردو یعنی حتی کلرا رو میبینه اون رو به زور میاره تو این بیناموس مودار زن اون بیناموس کچله بود یعنی این بیناموس مودار میدونسته که این بیناموس کچله انقدر بد بوده و با این حال زنش شده من نمیدونم از قرار معلوم این زن تحت سلطه شوهرش بوده و حالا با فهمیدن رازش میتونه از این موقعیت علیه شوهرش استفاده کنه و یک کمی نفس بکشه پس اون به شوهرش میگه که من راز اینکه این دو نفر رو توی زیر زمین نگهداری رو به کسی نمیگم در عوض به من اجازه بده که هر کاری دلم بخواد بکنم با این حال این وضعیت زیاد دووم نمیاره چون که پلیسا میریزن توی خونه اونا رو دستگیر میکنن بنده خدا یه کمی هم نفس نتونست بکشه سر آخر معلوم میشه که وقتی که مایتا داشته دختر رو میورده داخل دستای گچه کلرا به شیشه مالیده شده، و پلیس اون رو دیدن در نتیجه فهمیدن که متهم اصلیشون همین یارو بد باشه پس اونها این کچر رو دستگیرش میکنن و پاولو و کلرا آزاد میشن توی صحنه آخرم میبینیم که کلرا الان داره پیش بابا بزرگ و ننه بزرگش توی آلمان زندگی میکنن از اونورم پائولو که باهاش تماس تصویری گرفته خوشبختانه باردار شده من سر اون یارو چه